سلام، امروز میخوام در مورد زمان سیمپل باهاتون صحبت بکنم. سری دوم از مجموعه سری زمانهای فعل ها هستش. تو ویدیو قبلی در مورد انواع اقسام فعل، مین وربز، مودال وربز و اگزیلری ورب با هم صحبت کردیم. حالا بریم و ببینیم که زمانهای سیمپل یعنی سیمپل پرزنت، سیمپل پست و سیمپل فیوچر به چه صورتی ساخته میشن و به چه کاری میان. با من همراه باشید. خب، زمانهای سیمپل خدمت شما عرض بشود که زمانه سیمپل سه تا تنس دارن، یعنی past to present to future. حالا تو ویدیوی بعدی میبینیم که تمام زمان هامون تو این سه تا تنس در واقع صرف میشن. حالا بریم ببینیم زمانهای سیمپل به چه صورتی هستن و چطوری ساخته میشن. اول از همه زمان سیمپل پرزنت رو ببینیم. سیمپل پرزنت تو حالت مثبتش یا همون افرمتیو معمولا بیس فرم فعلتون رو در واقع استفاده میکنیم. مثلا I play tennis، I work، مثلا you study. فعل به صورت ساده، به صورت خامی که تو دیکشنری نوشته میشه در واقع میبایستی که به کار ببریم. این دقیقا همون زمانی هستش که تو صیغه سوم شخص اگه مفرد بشه، یعنی صیغه he و she و it، فعل توی اس میگیره. بنابراین I play tennis ولی she plays tennis، یه اس گرفته. نکتهش تو همین مسئله است. تو بحث نگاتیو یا بحث منفی میبایستی که از don't و doesn't استفاده بکنید. اگر که در واقع سوم شخص بود میبایستی که از doesn't استفاده کنید. بنابراین you do not، این همون don't، you do not pay enough attention. الان pay attention با صیغه you داره صرف میشه، بنابراین با do not منفی شده. اگر که این سوم شخص بشه، you بشه he و she و it، میشه doesn't یا does not، میشه he does not pay enough attention. پس اینکه do not به does not تبدیل شد صرفا به خاطر اینکه you به he تبدیل شده. یه عادت منفی دیگه هم داریم که میتونیم استفاده کنیم، never. Never اگر که بیاد در واقع دیگه اصلا به do not و doesn't و اینا احتیاج نداریم، همیشه از never میتونیم استفاده کنیم. و اینکه جملهمون دیگه ساختار مثبت داره، خود never اون معنی منفی رو به تنهایی داره ایجاد میکنه، معنیش میشه هرگز. You never pay enough attention، این یعنی you do not pay enough attention. خیلی هم تا هم منفی قوی تری شد اینجوری. اگه بگم he never، اون وقت میشه pays enough attention. پس اون داستان third person s کماکان تو بحث never هست. اگر که فعلتون سوم شخص بعد s بگیره، اگر که نیست بدون s باید بیاد. حالا بریم تو قسمت interrogative. interrogative یعنی سوالی کردن. تو بحث سوالی کردن ما میبایستی که اون دو داز رو بیارم اول جمله به همین سادگی. یعنی مثلا do you play tennis، آیا تو تنیس بازی میکنی؟ خب این در واقع اینجوری بوده دیگه، you play tennis، یه دو آوردیم اولش. یا مثلا she plays tennis، حالا does she play tennis، این الان سوالی شد در واقع. بعد نکته که وجود داره، همیشه وقتی که دو داز داریم طبیعتا اگه فعلمون اس میگیره دیگه نباید بگیره. بنابراین وقتی میگم does she play tennis، plays اسی که داشته در واقع افتاده به خاطر اینکه does این اس رو در واقع گرفته. حالا ببینیم value زمان simple present چی هست. اولا که شاید اون بالا تعجب بکنید، من هی میگم simple present، چه simple present بگید چه present simple بگید، تو هر دو حالت درسته. زمان simple present یه روتینی هست، یعنی یه چیزی که به صورت همیشگی در واقع اتفاق میفته. یه حالا این روتین میتونه یه عادت باشه. مثلا وقتی میگم I eat breakfast at 6 every day، هر روز ساعت 6 صبحونه میخورم، میتونه یه habit باشه، عادت باشه. هر روز ساعت 6 این عادت اتفاق میفته. دقیقا این اون نموداری که شما میبینید، اون خط P میشه خط present و اون نمودار افقی که شما در واقع میبینید اون دفعاتی هستش که صبحونه خوردن در رأس ساعت 6 هی داره در واقع تو اون تکرار میشه. ممکنه در آینده هم ادامه پیدا بکنه، یعنی اون هاشورهای مثلا اون زبدرهای هاشور خورده ای که شما میبینید از زمان پرزنت به بعد کشیده شده، یعنی که تا الان این روتین بوده، از این به بعد هم ممکنه که ادامه داشته باشه، لزوما قطع نمیشه. I always take the bus to work، همیشه سوار اتوبوس میشم مثلا که برم سر کار، با اتوبوس میرم سر کار. اینم یه عادته، یه روتینیه، بنابراین زمانش باید سیمپل پرزنت باشه. تمام حقایقی که حالا یه حقیقت علمی میتونه باشه یا یه چیزی که هر بار به صورت روتین تکرار میشه، مثلا water boils at 100 degrees centigrade، آب در 100 درجه میجوشه، خب این یه جمله که همیشه صدق میکنه، هیچ وقت مولا درزش نمیره. این یعنی که هر بار شما آبو بجوشونی تو 100 درجه به قلقل میفته، به جوش میاد، منظورش اینه. یا مثلا earth orbits around the sun، زمین به دور خورشید داره میچرخه،
خب این جمله اینا فکتن، اینا حقایقن، حقیقتهایی هستن که در مورد جهان هستی صدق میکنن، اینا همشون همیشگی هستن، واسه همین بعد زمان پرزنت سیمپل داشته باشن. زمان پرزنت سیمپل واسه هر چیزی که به صورت همیشگی مولا درزش نمیره و قابل اجراست در واقع به کار میره. یه حالت دیگه اینستراکشنه، یعنی توی بحث مثلا منوال وسایل الکتریکی، نمیدونم وسایل آشپزی، هر چیزی جدیدی که میخرید دستور العملش رو بخونید، تمام فعلاتون زمان سیمپل پرزنت، واسه دستور دادن، واسه یه توصیه، نصیحت که به چه طریقی باید این کار انجام بدید، شما میبایستی که زمان پرزنت سیمپل استفاده کنید. چون این هم یه فکته، این هم در واقع همیشه صدق میکنه. مثلا first you plug the device، اول وسیله رو میزنید به برق، این نحوه کار با اون وسیله است. یعنی هر بار اون وسیله رو خواستین استفاده کنید، این مراحل رو باید طی کنید، یعنی هر بار اینا تکرار میشه. چیزی که تکرار بشه زمانش بعد سیمپل پرزنت باشه. First you plug the device and then you have to wait for a couple minutes. بعدش بعد 2 دقیقه صبر بکنید. این هفتو هم در واقع همون بایدی که به زمان پرزنت، اگر که گذشته بود میشد had to، اگه آینده بود میشد will have to. بنابراین این هم زمانش سیمپل پرزنت. بعد مورد آخر، واسه مفاهیم آینده هم شما میتونید از زمان پرزنت سیمپل استفاده کنید که دقیقا شامل اون قسمت حاشور خورده میشه که مربوط به آینده است. مثلا take your raincoat in case it rains. این کیس یعنی احیانا اگه بارون اومد، بارونی تو وردی که داشته باشی بپوشیش. خب این الان در حال بارون اومدن نیست، این قراره که در آینده اتفاق بیفته، بنابراین میبایستی که زمانی سیمپل پرزنت باشه. حالا بریم ببینیم سیمپل پست چه کار کرده ای داره در مقایسه با سیمپل پرزنت که یه روتینیه که هر بار تکرار میشه. سیمپل پست و سیمپل فیوچر یک حقیقتی هستن که یک بار اتفاق میفته. مثلا yesterday I went home at 6. دیروز من ساعت 6 رفتم خونه. این finished action، یعنی ساعت 6 رفتم خونه تمام شد دیگه، این عمل به پایان رسید. حالا یه کارکرد دیگه هم که میتونه در واقع سیمپل پست داشته باشه، میتونه مفهوم آینده بده، یا یه موقعیت رو تصور بکنیم نسبت به زمان حال یا آینده. اینا تو کاندیشنال ها، اون به خصوص تو کاندیشنال شماره 2 خیلی بیشتر خواهیم دید. ولی حالا مثالشو، if I were you یعنی اگه من جای تو بودم. خب این که غیر ممکنه، من هیچ وقت نمیتونم جای شما باشم. بنابراین این if I were you یه شرطی رو، یه شرایطی رو داره تصور میکنه نسبت به زمان حال. if I didn't have a test tomorrow، اگه فردا امتحان نداشتم، خب من فردا امتحان دارم، یه شرایطی رو دارم تصور میکنم که در واقع وجود نداره. پس واسه فرض یک شرطی، یه حالتی در زمان حال یا آینده، شما میتونید در واقع از زمان سیمپل پست استفاده بکنید. حالا بریم ببینیم که فیوچر سیمپل به چه صورتی هست. خب اینم یه اکشنیه که کامل انجام شده در آینده، روتین دیگه نیست. یعنی همونطور که گفتم سیمپل پست و سیمپل فیوچر در مقایسه با سیمپل پرزنت روتین نیستن، تکرار نمیشن. بنابراین اون قسمت کامپرش اگه بخوایم با هم بخونیم، وقتی که میگم I will eat breakfast tomorrow at 8، فردا ساعت 8 صبحونه میخورم، یک بار قرار اتفاق بیفته، شاید یک روز خاص باشه، شاید هر روز ساعت 8 صبحونه نخوره. ولی تو جمله پایینی I eat breakfast at 6 every day، این روتینه، هر روز ساعت 6 صبحونه میخورم. بنابراین این کاری که هر روز انجام میده سیمپل پرزنت. سیمپل فیوچر یعنی یک اتفاق خاصه، یه روز خاصه، مثلا ممکنه یه میتینگی داره، یه جلسه دیگه، مثلا برنامه هست، یه صبحانه همکاران هست، همکاران همدیگر رو دعوت کردن میخوام با هم صبحونه بخورن، بنابراین برمیگردم میگم I will eat breakfast tomorrow at 8، بخاطر اینکه مثلا there is a meeting. اینم از این. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. مرسی که همراه من بودین. طبق روال همیشه واسهتون یه سری تمرین تو کانال اینستاگرامم میذارم در مورد این مبحث. اگه که از اینستاگرام منو دنبال نمی‌کنید حتما فالو بکنید اکانت منو IELTS Correction، و اگر که خواستید میتونید تمرینات مربوط به این پست رو که در قالب پست یا استوری در کانال اینستاگرامم میذارم حتما ببینید و تمرینش حل بکنید. فالو یادتون نره، سابسکرایب بکنید. مطالب آموزشی بیشتری رو در اختیارتون قرار خواهم داد و پست بعدی در مورد زمانهای پروگرسیو خواهد بود.